ببر مازندران نیم قرنه که دیگه در ایران دیده نشده. گربستان بزرگی که روزگاری فرمان روای نواحی جنگلی کوههای البرز بود. قلمروش از آستارا در غرب گیلان تا شمال ترکمن صحرا در گلستان می رسید. آدام اولاریوس جهانگرد دوره صفوی که حدوداً 350 سال پیش در ایران بود در خاطراتش نوشته که در گیلان ببرها به قدری فراوانند که پوست 20 تا یا بیشتر در معرض فروش قرار میدن. دوران شکارگری زل السلطان آنقدر طولانی و با شکارهای پرتعداد سپری شد که امروز جانورشناسان و فعالان حفظ حیات وحش از اون به عنوان سیاه ترین دوران برای حیات وحش کشور یاد می کنن. شرح کلیه این شکارها در تاریخ مسعودی به قلم شخص زل السلطان آمده است. زن السلطان در صفحه 583 کتاب خود میگوید که اینجا کوه دیگری دارد، مشهور به الوند. هر دوی این کوه را جرگه عام انداختیم. مثل یک جنگ بزرگ دولتی، صدای تفنگ دو هفته در این کوه بلند بود. به قرب 600 شکار زدند. تقریبا مدت 10 سال دیگر در آن کوه‌ها شکار دیده نشد. مخصوصا این کار را می کردم که این وضع ما و شکار کردن ما شهرت کرده چشم مردم را بترساند. میانکاله در گذشته از طبیعتی بسیار غنی تر از امروز برخوردار بود و علاوه بر پرندگان پرشمار، یکی از بهترین زیستگاه‌های پستانداران بزرگ ایران از جمله ببر مازندران هم به شمار می‌رفت. زل السلطان در یکی از پشونکشی‌های خود به میانکاله برای سرکوب دزدان و راهزنان که در این منطقه و جزایر آشوراده پناه گرفته بودند، از شکار تعداد زیادی ببر، پلنگ، گوزن بزرگ، قرقاول، گاو و گاومیش وحشی و تعدادی گوزن کوچیک خبر میده. امروز مدت هاست که نسل تمامی این جانداران به جز قرقاول منقرض شده و یکی از دلایل آن هم همین کشتار عجیب زل السلطان و سپاهیانش بوده است. زل السلطان به تنهایی مسئول شکار 37 قلاده ببر. ایشون در سفری به بابل 2 قلاده و در سفری دیگه به شبه جزیره میانکاله جنوب شرقی دریای خزر و در استان گلستان فعلی 35 ببر دیگه رو شکار کرد. شرح این شکارها تماما در تاریخ مسعودی آمده. اون در بخش دیگه ای از تفنگچی به نام خانلر میگه که 17 ببر رو کشته. خیلی ها زل السلطان رو عامل انقراض ببر مازندران می دونن. اما این گربستان بزرگ 50 سال بعد از مرگ این شاهزاده قجری هنوز در ایران زیست می کرد. ببرهای مازندران مانند همه نیاکان خود عاشق آب بودند و در جنگل‌های ساحلی و کنار رودخونه‌ها و تالاب‌ها زندگی می کردن و در نیزارهای اطراف مخفی می شدن. از بین رفتن این زیستگاه‌ها به دست دامداران و کشاورزان بود که باعث شد ببر مازندران در ایران منقرض بشه. در دهه 1330 این جنگل‌های ساحلی و نیزارها از بین رفته بود و برای ببرها دیگه جایی باقی نمونده بود. با این حال اگه با این شرایط ببری توان ادامه زندگی داشت، چیزی برای خوردن پیدا نمی‌کرد، چون شکارچیان تومه های اونا رو هم می کشتن. به همین دلیل از فرط گرسنگی به محل زندگی انسان نزدیک می شدن که نتیجهش هم مرگ بود. این تصویر یکی از آخرین ببرهای ایرانه که جنازش روی چارپای گذاشتن که عکس یادگاری بگیرن. این ببر رو سروان احمد هنرور در سال 1332 در روستای آغمیش گلستان شکار کرد. اون برای شکار به مینودشت کلاله رفته بود که خبر رسید ببری در اون منطقه حضور داره و او هم به محض دیدن ببر با تفنگ برنو میکشه. دو سال بعد از این اتفاق ببر دیگه‌ای در همون منطقه و در دره جنگل گلستان و اطراف علی‌آباد به دست ترکمنی به نام مراد مریان شکار میشه.
این روایت ها نشون دهنده اینه که آخرین ببرهای ایرانی در گیلان و مازندران وجود داشته. آخرین رویت ببر در ایران به پاییز سال 1336 برمیگرده. این تصویر لاشه ببر ایرانی در زیر پای شکارچی شاهرخ شادلو فرزند یار محمد سهام الدوله حاکم شمال خراسان هست که این آخرین ببر مازندران در ایرانه. قبل از اون ببر ایرانی در گرجستان، عراق و چین منقرض شده بود و بعد هم خبر کشته شدن ببر ایرانی در ترکیه و افغانستان به گوش رسید. ببر مازندران که دومین ببر جهان پس از ببر سیبری بود از روی کره زمین محو شد و فقط چند قلاده در باغ وحش‌های اروپایی زنده موندن. ابدیه من عشق همیشگیه من تو ببی زندگیه من تو عشقی دلبر.